21 روز تیر ماه برابر با 12 ژوئیه سال 1183 خورشیدی برابر با 1804 میلادی. در گذشت الکساندر همیلتون، سیاستمدار و نظریه پرداز آمریکایی. الکساندر همیلتون که از میهن پرستان و مبارزان انقلاب آمریکا به شمار می‌رفت، معتقد بود یک حکومت مقتدر دارای جایگاه ویژه است و نمیتوان به عقل سلیم، استدلال و حسنیت توده‌های مردم اعتماد کرد. به نظر وی فقط قدرت و منافع شخصی محرک اعمال افراد میباشند. وی بر این عقیده بود که اگر حکومت در دست عده قلیلی باشد، به افراد اکثریت ظلم و استبداد روا خواهد داشت. لذا قدرت باید در دست هر دو طرف باشد. همیلتون تأکید می‌نمود که اقلیت و اکثریت باید کاملاً از یکدیگر متمایز بمانند. با این حال وی در جایگاه رهبری ثروتمندان، سرمایه‌داران و فئودال‌ها از هیچ تلاشی برای اعمال نفوذ در دولت و به دست گرفتن رهبری آمریکا خودداری نمی‌کرد. همیلتون معتقد بود فدرالیست ها همواره باید بر دولت و سیاست های آمریکا مسلط باشند. وی از برقراری نظام سرمایه‌داری و طبقاتی اشرافی به سبک انگلیس حمایت می کرد. سال 1247 خورشیدی برابر با 1868 میلادی، زادروز ویلبر رایت، یکی از مخترعان هواپیمای موتوردار. ویلبر رایت، مبتکر آمریکایی که در ایالت اوهایو دیده به جهان گشود و 4 سال از برادرش ارویل بزرگتر بود، فرزندان کشیش تهیدستی بودند که نمی توانست وسیله تحصیل آنان را فراهم سازد. از این رو این دو برادر که به کارهای فنی و ساختمان موتورها علاقه داشتند، به ساخت ماشین‌آلات گوناگون مشغول شدند و یک کارگاه دوچرخه‌سازی تأسیس کردند. هنگامی که ویلبر 11 ساله بود، به تقاضای برادرش ارویل در صدد برآمد تا بادبادک‌های جعبه‌ای را که می‌توانست پرواز کند بسازد. هرچند این تلاش‌ها به ساخت هواپیمای کوچک بادی و بی موتور انجامی و بعدها نیز آن را تکمیل کردند، ولی از آن جهت که این نوع هواپیما چندان قابل کنترل توسط انسان نبود، از رده خارج شد. تلاش برادران رایت در سالهای بعد باعث شد که پس از زحمات فراوان سرانجام موفق به ساخت هواپیمای موتوردار شدند و برای اولین بار این هواپیما را به پرواز درآوردند. سال 1314 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، قیام مسجد گوهرشاد مشهد علیه کشف حجاب. پس از به اجرا درآمدن قانون کشف حجاب در برخی از شهرهای ایران، اعتراضاتی شکل گرفت که در این میان یکی از روحانیون مشهد از سوی شورای مجتهدان شهر به عنوان نماینده معرفی شد تا با رضا شاه پهلوی مذاکره کند، ولی بنا به دستور شاه به مجرد ورود وی به تهران بازداشت شده و در ری ممنوع الملاقات گردید. مردم که در مسجد گوهرشاد مشهد به این امر اعتراض نمودند، با سخنرانی واعظان شوری چند برابر یافته و شعارهای ضد سلطنت و ضد حجاب سر دادند. قوای دولتی هم به اجتماع آنان یورش برده و کار بالا گرفته، به زد و خورد ختم شد و تعداد زیادی کشته و یا زخمی شدند. We'll be right back.